بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا. با توجه به اینکه ماه ربیع الاول، ماه پیغمبر اکرم، ماه امام صادق، ماه امام عصر سلام الله علیه اجمعین، حدیث اخلاقی ما یکی از احادیث امام صادق علیه السلام انتخاب شده. مرحوم علامه مجلسی در جلد 75 بهار الانوار در صفحه 254 این حدیث را از امام صادق نقل می کند. حدیث کوتاه هست و پرمعنی. قیل له این طریق الراحه، قیل له این طریق الراحه، فقال فی خلاف الهوا. قیل فما یجد الراحة، فقال عند اول یوم یسیر الى الجنه. جمله اول اشاره به این است، سائلی سؤال می کند از وجود مقدس امام ششم علیه السلام که مسیر به سوی راحتی در این عالم از کجاست؟ حضرت می فرماید مسیر به سوی راحتی مخالفت هوای نفس، یعنی ناراحتی های انسان دائما یا غالبا بر اثر هواپرستی است. زیادن کسانی که در دنیا زندگی سادهشون تأمینه و بر اثر هوا و هوسهای نفسانی خودشون به چه زحماتی میاندازن، هر سال اتومبیلشون رو عوض کنن، فرشهای منزل رو عوض کنن، خانه ها و آپارتمان ها رو عوض کنند، وسائل زندگی رو تغییر بدن، حالا به چه قیمتی، به چه درد سری. گاه صبح اول روز از خانه بیرون میرن، شب آخر شب خسته و کوفته وارد خانه میشن. وقتی نگاه میکنیم میبینیم منشأ ناراحتی ها هوا پرستی ها. زندگی های ساده برای قالب اشخاص ناراحت کننده نیست. زندگی وقتی زرق و برق پیدا کرد و آمیخته با تجمل پرستی شد و چشم هم چشمی هایی که افراد نسبت به هم پیدا می کنند زیر بارهای سنگین می روند برای این هوای نفسانی. هوای نفسانی را از زندگی حذف کنیم، بعد نفس راحت بکشیم. راه کردن هوای نفسم کار آسانی نیست. برای اینکه هوای نفس همیشه به صورت هوای نفس خودشو نشان نمیده، گاهی به صورت یک کار معقول برای تأمین آینده خودم و برای تأمین آینده فرزندانم، برای حفظ آبرویم، برای اینکه عقب نمانم، برای چی آبروهای خیالی، تأمینهای خیالی، زندگیهای خیالی، گاهی به شکل معقولی به خودش نشان میده و گاهی هوای نفس اصلا کاری که این هواپرستیه به صورت عبادت به انسان نشان میده، میگه این عبادت خداست،
آیات زیادی در قرآن داریم. زین لهم الشیطان، زین للناس، شیطان تزیین میده. گاهی خود نفس انسان مسئله رو بر انسان مشتبه میکنه. بل سولت لکم انفسکم امرا، در داستان یوسف یعقوب به برادران یوسف میگه شما خیال میکنید دارید انجام وظیفه میکنید، نفس شما کار خطای شما رو در نظر شما کار صحیح و معقول جلوه دادی. گاهی نفس، گاهی شیطانه، شیطانم گاهی شیطان جن، گاهی شیطان انس. الان این دستگاه های رسانه های جمعی دنیا اینا شیاطین غالبا هستند که تسلیل می کنند و تزیین می کنند هوای نفس. بسیار هن از کسانی که برای اینکه اجناس واقعا غیر ضروری خودشون رو در بازار به فروش برسانند، اینها رو به صورت اجناس ضروری با این تبلیغات عجیب و وسیعی که هر سمعی بسری تلقینات، خلاصه یواش یواش به اون شنونده و خواننده و بیننده القا میکنن که این وظیفه تو، این لازمه برای زندگی تو. هوای نفس به صورت هوای نفس روشن و شفاف خودش جلوه نمیده. سلام علیکم. غالبا به صورت‌های مخفی. بنابراین وقتی از امام سوال میکنن این طریق راحت، مسیر به سوی راحتی کجاست، امام میگه ترک الهوا، هوای نفس رها کن، ببین یک نفس راحتی میکشی و چقدر راحت میشه. و اما جمله دوم، سوال شد متا یجد الراحه، فاعل محذوف، متا یجد الانسان الراحه، کی انسان احساس راحتی میکنه؟ فرمود عند اول یوم یسیر الی الجنه، اگر بهشتی باشه اولین روزی که به سوی بهشت میرود احساس راحتی میکنه. این جمله هم معنی داره. معنی جمله این است اگر راحتی کامل بخواهید تو دنیا نیست. هر کسی رو نگاه بکنی یه ناراحتی داره. آن کس که ندارد و آن کس که دارد، آن کس که مال ندارد، آن کس که مال دارد، آن کس که فرزند ندارد، آن کس که فرزند دارد، آن کس که مقام ندارد، آن کس که مقام دارد، هر کسی رو نگاه بکنی یه نوع ناراحتی داره. خیال کنی در این دنیا راحتی کامل باشه نیست. اول می فرماید مسیر طاعت ترک عباد، مسیر راحت یعنی راحت نسبی، بعد می فرماید راحت کامل اصلا تو این دنیا پیدا نمیشه. خودت رو هم معطل این کار نکن. دارون بالبلاء محفوفه و بالقدر معروفه. دنیاییست که با انواع بلاها، ناراحتیها، دردسرها، مشکلات. آغاز عمر انسان با چه مشکلاتی هست؟ بچه شیرخواب و بچه‌ای که میخواد راه بیفته و این ور بیفته اون ور بیفته. پایان عمر اگر عمر طولانی انسان پیدا کنه از آغاز عمر مشکل تره. قوا تحلیل میره، چشم کم نور میشه، گوش شنوایی رو از دست میدهد، بسیار اوقات مغز کوچک میشه، حافظه ضعیف میشه،
راحتی کامل تو این دنیا پیدا نمیشه. متا یجد الانسان الراحه قال عند اول یوم یسیر الى الجنه، اولین روزی که انسان به سوی بهشت میره اون راحتی. خب اونم یه چیز آسانی نیست که انسان مطمئن باشد جدایی او از این دنیا سبب گام برداشتن به سوی بهشته. اونم اعمال صالح میخواد، اون هم تلاش و کوشش لازم دارد. هر کس نمیتواند بگه فلست و رب الکعبه. این سخن از علی علیه السلام شایسته است. بنده چطور میتوانم این حرف رو بزنم؟ نمیدونم عند اول یوم یسیر الى الجنه او یسیر الى النار، نمیدونم کدامش. بنان علی ذلک، اگر بخواهیم دو چیز را از فکرمون بیرون بکنیم میتوانیم راحت تر زندگی کنیم. اول هوای نفس، دوم هم این فکر رو بذاریم کنار که در دنیا راحتی کامل برای هر کس ممکن است پیدا بشه. نمیشود کسی رو پیدا کرد که به این صورت باشه. اون داستان رو شاید خدمت شما عرض کردم، کسی مبتلا و افسردگی بسیار شدید شده بود. اون وقت میگفتن بیماری غم، حالا میگن بیماری افسردگی. حالت افسردگی باعث میشه که انسان یا حالت بیتفاوتی برش پیدا بشه، هیچ حال و هوای فعالیت زندگی پیدا نکنه، از معاشرت با دیگران لذتی نمیبره، گوشه‌گیر میشود، منزوی میشود، بی‌حرف میشود، بدون فعالیت میشود، غم و اندوه بی‌دلیل بر وجود او حاکم میشود. این میشه حالت افسردگی. عواملی هم داره. راه درمانی برش گفتن، هر کسی چیزی گفت، بالاخره گفتن باید کسی رو پیدا بکنی که این شخص هیچ غمی نداشته باشه، پیراهن تن او که به بدنش چسبیده اگر از او بگیرید این در تن بپوشه، ممکن است این حالت افسردگی پایان پیدا کنه. رفتند و گشتند و هر کجا دیدن کسی رو پیدا نمی کنند که بگه من غم و اندوهی ندارم. گفتن تو شهرها مملو از غم و اندوه، بریم تو بیابونها، در اونجا آدم بیغمی شاید پیدا بکنیم. آمدند و بیابانی و چوپانی رو دیدند و روزفندان رو گذاشته کنار، خودش یه گوشه نشسته و یه نی زیر لبش گرفته و مشغول است. و گفتن تو این بیابان این دیگه چه غمی داره؟ پیداست که این چه غمی نداره. آمدن سلام و علیکم و سلام، و ما یه خواهش کوچکی از تو داریم، هی به شما پیراهن تو به ما بده ولو موقت باشه، بیماری داریم بپوشه خوب بشه. لباسش کنار زن، منوشو او پیراهن نداره، پیراهنی در تن نداره. حالا این داستان واقعیت هر چیه اشاره به این است که شما خیال کنید یک زندگی بی درد و سر در دنیا برای کسی پیدا شود نمیشه. حدیث رو بخوانم و پایان دهم. قیل له این طریق الراحه، به امام صادق گفتن راه استراحت چیه؟ فقال فی خلاف الهوا، ترک هوا. قیل فما یجد الراحه، فقال این اول یوم یسیر الى الجنه. خداوندا به قرآن مجید، به مقام انبیاء و اولیاء، به مقام شهدای راحت قسمت می دهیم خدایا
هوای نفس را از وجود ما بیرون کن. به ما توفیق بده اطاعت تو را از اطاعت شیطان باز بشناسیم. خدایا مشکلات و گرفتاری ها از همین مسلمانان جهان برطرف بگردان. کسانی که میخواهند ضربه به مسلمین و اسلام و مردم مظلوم جهان بزنند، خدایا کیدشان را به خودشون بازگردان. اللهم ارزقنا ایمانا کاملا و یقینا صادقا و علما نافعا و قلبا خاشعا و لسانا ذاکرا و رزقا حلالا واسعا به جاه محمد و آله الطاهرین و رزقا حلالا واسعا.